28 август سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در کوچه رحمان نبیوف ناحیه سینای پایتخت جمعیت دارای مسئولیت محدود اسکیمو ماست را مورد استفاده قرار داده با روند استحصالات در آن از نزدیک شناس شدند. کارخانه نو صنعتی در شهر دوشنبه در دوره تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت مملکت با اقدام صاحبکار وطنی ظریف رجبوف در همکاری با شریکان رشد از فدراسیون روسیه به استقبال جشن باشکوهی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. باید تذکر داد که سمت اساسی فعالیت کارخانه اساسا به استحصال یخماس و محصولات قنادی روانه گردیده، اقتدار استحصالی آن در یک سال نزدیک 500 تن محصولات میباشد. کارخانه نو تاسیس در پایتخت مملکت در مساحت 0.5 گکتار زمین قامت افراخته، از بنای استحصالی دو آشیانه و معموری با 20 حجره کاری عبارت است. خطای استحصالی کارخانه از کشورهای پیشرفته جهان از جمله فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین وارد کرده شده، با جلب متخصصان وطنی وصل و نصب گردیدند. با تاسیس و به فعالیت آغاز کردن باز یک کارخانه نو صنعتی در شهر دوشنبه، بیش از 220 نفر ساکن محلی اساسا دختران و زنان با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با صاحبکار وطنی برای جانبداری از سیاست بنیادکاری و سازندگی در سمت تاسیس کارخانه نو صنعتی که جهت بلند برداشتن اقتدار استحصالی مملکت روانه شده است، اظهار سپاس کرده با مقصد فعالیت باثمر و تقویت اقتدار استحصالی کارخانه مصلحت و توصیه های سودمند دادند. اطلاع داده شد که محصولات خام برای کارکرد و بندوبست استحصالات با اسکیمو مستد از کارخانه های وطنی در اساس شرطنامه دو طرفه خریداری و دسترس میگردد و قبل از کارکرد در آزمایشگاه کارخانه مورد تشخیص قرار داده می شود. روند استحصال محصولات در کارخانه معاصر صنعتی در اساس طلبات بین المللی براه مانده شده، با صفت بلند زیر تمغه اسکیمو ام پیشنهاد بازار استعمالی میگردد. همه محصولاتی که به کارخانه وارد می شود از تشخیص میگذارونیم. در آزمایشگاه کارخانه تمام تجهیزات ها برای سنجش محصولات موجود می باشد. محصولات کارخانه در اساس همکاری با صاحبکاران وطنی در مرحله اول فعالیت به بازار استعمالی برآورده شده، با افزودن اقتدار استحصالی محصولات با صفت وطنی به کشورهای همسایه نیز با در نظر داشته شرایط بندوبست و انتقال صادرات کرده خواهد شد. محصولات استحصال کرده کارخانه نو صنعتی در شهر دوشنبه عوض کننده واردات بوده از لحاظ طعم و صفت برتری زیاد دارد. در کارخانه برای نگهداری محصولات تیار از جمله یخماس و کلچخندها 3 یخدان گوناگون حجم موجود بوده. کارمندان با لباس یگانه و خوراک سرغیزای نصفی روزی تامین می باشند. در کارخانه برابر بناهای استحصالی و ماموری و دیگر انشاءات یاری رسان اینچنین آشخانه بر هوا ساخته شده است. با مقصد انتقال دادن محصولات تیار به نقطه و مرکزهای سودای شهر نویه های مملکت، در کارخانه نقلیات مخصوص موجود است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی با روند استحصالات و صحبت صمیمی با کارمندان و مسئولان کارخانه از گوشه نمایش محصولات تیار کارخانه دیدن نمودند. در نمایشگاه زیاده از 20 نامگوی یخماس و 10 نوع محصولات قنادی که در کارخانه موافق به طلبات معاصر استحصال و بسته‌بندی می‌گردد معرفی کرده شد. سرور دولت ضمن بازدید از استحصالات تیار کارخانه برای استفاده باز هم پره امکانات و اقتدار موجوده در مملکت به راهبریت کارخانه و دیگر شخصان مسئول دستور و سپارش‌های مشخص دادند. راهبریت کارخانه به پیشوای ملت اطلاع دادند که در فرصت‌های نزدیک با افزودن اقتدار استحصالی شماره کارمندان را بیشتر و صادرات محصولات وطنی را به خارج کشور براه می‌مانند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان افتتاح کارخانه معاصر صنعتی را در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در عرفه تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، اقدام شایسته و سهم باسزا در پیشرفت و شکوفایی مملکت ارزیابی کرده، مسئولان را برای دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران وطنی بابت بنیاد و رشد استحصالات در کشور وظیفه‌دار کردند.